با سلام و درود فراوان خدمت تمامی حاضران در جلسه و دوستان و همراهانی که ما رو از یوتیوب و رادیو تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال میکنن. فراخوان نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا کانون حقوق بشر رو امروز در تاریخ 23 فوریه 2023 مصادف با 4 اسفند ماه 1401 در ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی آغاز میکنیم. طبق روال همیشگی در ابتدا میخوام به معرفی سخنرانها و موضوع سخنرانیهاشون رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. آقای اصغر سامانی با بررسی کنوانسیون شیکاگو در سال 1994 و خانم و همچنین آقای محمد گلستانجو با موضوع روز جهانی عدالت اجتماعی. در ابتدا از آقای اصغر سامانی دعوت میکنم که بیان سخنرانیشون رو ایراد کنم. لطفا مفروض کنم. با سلام خدمت همه دوستان حاضرین در جلسه، تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. موضوع سخنرانی در مورد کنوانسیون شیکاگو به سال 1944. من ابتدا یک تاریخچه و یک حالا به صورت ریشه از این کنوانسیون خدمتون ارائه بدم که بعد به اصل کنوانسیون بپردازیم. ریشه اصلی کنوانسیون ایکائو برمیگرده به 13 اکتبر 1919، کمیسیونی بوده به نام کمیسیون بین المللی ناوبری هوایی که در پاریس نقض شده بوده و قدیمی ترین حالا کنوانسیون و یا قانونی که هست به سال 1905 برمیگرده که مربوط به اونم در فرانسه بوده ثبت شده و مربوط میشه به فعالیت های هوا نوردی، فضا نوردی و بیشتر در زمین های حالا شاید اون موقع بحث های ورزشی هم بوده و به اون شکل صنعت هوا نوردی مسافر برای غیر نظامی شاید اون شکل نگرفته بوده، ولی بیشتر در این مدل بوده. این قدیمی ترین هستش. حالا در شکل از میشه گفت از 1905 تا 1944 یک سری اتفاقات افتاده، یک سری قوانین هست. 1919، 1925، 1926، 1933 به همین شکل این قوانین، حالا قوانین برشو یا هم بیشتر در پاریس نتیجه رسیدن، قوانین بوده تا سال 1933 که بعد از اون جنگ جهانی اتفاق افتاده. توی جنگ جهانی از سال 1945 همه فعالیت ها میشه به حمل و نقل غیر نظامی اولا متوقف شده چون همه جا درگیر جنگ بودن. این هم یه فرصتی بود سری قوانین شاید درست بشه. بسیار در خلال جنگ هم خیلی صنعت هوایی پیشرفت کرده بوده، حالا در بخش نظامی، در این خیلی مفید بوده براشون. بنابراین در سال 1944 به پیشنهاد آمریکا میان پیشنهاد میدن، کارشناسا بررسی میکنن، میان پیشنهاد میدن که بیان یک کنوانسیونی بین هم قرار بدن با کشورهای مختلف که قوانین هوانوردی برای پروازهای غیر نظامی را شکل بدن، به صورت حالا یک کنوانسیون قانون بین‌المللی در بیارن که همه هم ازش تبعیت کنن. خب اون سال 1944 کشورها بیشتر در جنگ بودن، خیلی اصلا اشغال بودن، در اشغال حالا یا آمریکایی‌ها بودن یا کشورهای دیگه. خب از 54 تا کشور هم حالا آمریکا دعوت میکنه که برن. در نهایت حدود 53 تا کشور در این کنوانسیون حضور پیدا میکنن در جلسه و 7 دسامبر 1944 کنوانسیون امضا میشه. و برای اینکه خب کنوانسیون چون طول میکشید تا اجرایی بشن، میان یک چیزی مجلسی تشکیل میدن، کمیسیونی به نام پیکائو، که این بیاد اول سریع‌تر بررسی کنه و
یه سری قوانین رو وضع کنه، بعد خب بزنش کنار، که بعد یک سال این پیگاه میاد محل استقرار رو مشخص میکنه که در مونترال کانادا بوده، 20 کشور اینجا اونجا بودن، و در نهایت پیکاو میره کنار و در 4 آوریل 1947 عملا کنوانسیون شیکاگو رسمی معیار کامل پیدا میکنه. پیکاو رفته کنار و اولین مجمع رسمی کاو هم در سال می همون سال 1947 در مونترال کانادا برگزار میشه. طی این چند سال ایکاو الان در حال حاضر تا تقریبا آخرین جلسه که در اکتبر بوده، اکتبر 2022 بوده، 193 تا کشور عضو هستند و تا کنون 12,000 استاندارد و روش های توسعه شده تا حالا تونستن به صورت کامل کنن، مدون کنن و همه 193 عضو هم اکثر اینها را قبول دارن. حالا منشور خود ایکائو میگه که اطمینان از رشد منظم و ایمنی هواپیما در سطح جهان، تشویق صنعت هوانوردی و طراحی هواپیما در برای مقاصد صلح‌جویانه است، ترغیب توسعه خود هوایی که باعث بحث رونق اقتصادی هم میشه، پاسخ به نیاز مردم به خاطر حمل و نقل هوایی ایمن، و همچنین میگه که حفظ حقوق دولت هاست که همه چی بینشون هم به صورت مساوی تقسیم بشه، از بین بردن تعویض‌هاست، افزایش ایمنی پروازها، ارتقای عمومی، همه جور پروازها هستش. اینها منشور اصلی این ایکائو هستش و کشورهای عضو ایکائو یک سری آزادی برای خودشون برای اعضا قائل شدن که این آزادی ها مثلا آزادی اول میشه گفت اختیار از قلمرو هوایی که شما جواب ما میتونه از قلمرو هوایی کشور دیگه البته با مجوز عبور کنه، میتونه توی برای مثلا کارهای غیر بازرگانی تعمیر یا سوختگیری توی کشوری فرود بیاد یا از هوایی استفاده کنه، برای کارهای پست میتونه استفاده کنه، مسافر سوار کردن، پیاده کردن و همه اینا میتونه استفاده کنه. فقط در این آزادی حالا استثناءات کوچیکی هم هست به خصوص در مورد کشور خودمون ایران و اسرائیل که این دو کشور تقریبا میشه با حریم هوایشون بسته است بر روی پروازشون و بعضی از قوانین هم دیگه هم قوانین این کنوانسیون هم رعایت نمی کنن. من کنوانسیون های الحاقی که به این یکی از کنوانسیون هایی که الحاق شده به این کنوانسیون شیکاگو برای سرقت هواپیما هاست که هواپیمایی که از کشوری سرقت شد در کشور دیگه نشست باید هواپیما و هواپیماروها و همه تیم را تحویل بدن یا تحت پیگرد قانونی قرارش بدن. دیگه اونجا بحث تحریم، بحث مسائل سیاسی و چیزی نمیتونن ارائه بدن یا شخص نمیتونه اعلام کنه که من هواپیما رو دزدیدم که برم تو اون کشور بشینم یا مثلا پناهندگی بگیرم. ولی در مورد اسرائیل اینطوری نیست، اگه هواپیما از ایران بتونه بره اسرائیل خب تحویلشون نمیده متاسفانه. این بحث هم هستش بین این دو کشور بیشتر این تنش هستش. بعد از اینکه در ایکاو عملا در سال 1947 شروع به کار کرد، دو تا کنوانسیون 1919 پاریس و معاهده با بازرگانی هاوانا سال 1928 هم منسوخ شد، پس شد. خود این کنوانسیون خود کشور ایران هم جزء تقریبا 52 کشور اولیه بوده که این کنوانسیون در این کنوانسیون بوده در آمریکا و دولت هم قانون اجازه الحاق دولتی هم به این کنوانسیون در 30 تیر 1028 هم در مجلس شورای ملی به تصویب رسونده و ایران تا این روز هم جزء این کنوانسیون هستش. خود این کنوانسیون 96 ماده داره، 22 فصل داره، به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی هم نوشته شده، ارزشش هم واحده و مدارکش هم کلیه امضا شده، مدارک امضا شده در بایگانی دولت ایالات متحده هستش، اون نوشته به کشورهای ارسال شده. خب این مطلبش خیلی زیاده و بحثش خودش هر بحثش یک جلسه را میطلبه، فقط من مثلا تیتوار و بعضی از چیزهایی که مهمه خدمتتون عرض میکنم دوستان خواستم بعد میتونم مطالعه کنن که به بقیه قسمت ها هم برسه. اصل اولش یه سری تعاریف داره، حالا بیشتر مهمترین تعاریفش هواپیمای دولتی و کشوریه. هواپیما دولتی کشوری مثل هواپیماهای نظامی، هواپیمای گمرکی، هواپیمای مثل نیروی انتظامی، شهربانی، اینا رو دولتی حساب میکنه و جزء این قانون نیستن.
جز این قوانین نیستن، یا اجازه پرواز بر قلمرو کشورهاست، فلان تعیینشون مناطق ممنوعه است که هر کشوری میتونه اگر صلاح بدونه امنیتش در خطر باشه کشورش رو برای این مدتی معین یا قسمتی از کشور رو ممانع مناطق معلوم ممنوع اعلام کنه، برای اجازه پرواز نده، ولی باید تعویض قائل نشه، مثلا به یک کشور اجازه بده یک کشور دیگه اجازه نده. الان مثلا گفتم اتفاق داره بین ایران اسرائیل میفته و حالا به همین شکل بحثای یا اگر کسی قوانین رو نقض کنه و یا ایرلاینی یا حالا شخصی چیزی نقض کنه، کشورهای متحد موظفن که شما به مراجع قضایی تحویل بدن و باش برخورد بکنن. بخش یکی از ماده های مهم جلوگیری از انتشار امراضه که باید رعایت کنن که مریضی های مصری از طریق هواپیما و یا پرسنل هواپیما به کشور دیگه وارد نشه، مخصوصا توی کرونا خیلی اتفاق افتاد. عوارض فرودگاهی حالا شاید قسمت های مهمش باشه که عوارض فرودگاهی باید عادلانه باشه و عوارض فرودگاهی هر کشور باید به ایکائو اعلام کنه و ثبت کنه که کشورهای همه کشورها در جریان باشن که عوارض فرودگاهی این کشور به چه شکلیه. بازرسی هواپیماست، هر کشوری میتونه هواپیمای کشور دیگه رو خاکش نشسته بازرسی کنه، مدارکش رو بخواد و هواپیما باید در اختیارشون بذاره. تابعیت هواپیماست که هر هواپیما در یک کشور فقط میتونه ثبت بشه، ولی خب کشور دیگه میتونه کار بکنه و بهره برداری بشه. اگر هواپیمای در یک کشور ثبت شده و به فروش برسه و کشور دیگر ثبت قبلی باطل میشه با هماهنگی ایکائو و کشور جدید ثبت جدید میشه، ولی یک تابعیت بیشتر نمیتونه یک هواپیما داشته باشه. بله، بحث دیگه که از رسیدگی به حوادثه که اگر حادثه رخ بده توی قلمروی کشور دیگه به هواپیمای کشور دیگه باشه، باید کشورها به هم کمک کنن از کشور که هواپیما در ثبت رسیده سازنده هواپیما بهره بردار یا مالکش، افرادی کشورهایی که تو نفراتی صدمه دیدن رو باید هماهنگ کنن که وارد اون کشور و خاک اون کشور بشن برای بررسی. این هم قسمت های مهمش هستش. جناب آقای سامانی، اگر ممکن هست که سخنرانیتون رو دیگه یک جنبندی انجام بدین ممنون میشه. این من گفتم این 96 من هست، بحثی که هستش ما الان در خب این خودش یک سری کمیته های دیگه داره، یک سری استاندارد ها و انکس هایی در زمین ماهی داره این کمیسیون، حالا 19 تا انکس هستن که مقررات کامل تر و فنی تری رو ارائه میدن. بحثی هم هستش که الان چون جمهوری اسلامی هم این قوانین رو قبول کرده، ولی خب متاسفانه از جانب ایران در چندین موارد قوانین نقض میشه. کالا اون نقض ها هم ساعت خلاص خدمتون عرض میکنم. ما توی ایران نزدیک به 114 تا مسیر هوایی داریم، 95 کیلومتر مسیر هوایی از نظر متری و 54 فرودگاه داریم که متاسفانه مثلا این فرودگاه های ما از این فرودگاه ما 20 تا از این فرودگاه 17 تا از این فرودگاه و 25 رادار متصل هستن که مهمترین چیز رادار و سیستم های ناوبری برای فرودگاه که جلوگیری کنه از سقوط آپم ها، ولی خب این اتفاق نیفتاده به خاطر حالا تحریم ها و به خاطر سوی مدیریتی که در جامعه بوده و همین تحریم ها هم باعث سوی مدیریت حالا کلانه و به صورت بین المللی. سه بحث دیگه ای که هستش خود سازمان آپم کشور، سازمان آپم کشور یک سازمانیه که زیر نظر وزارت راه کار میکنه، مدیران اون متخصص قرار نمیدن متاسفانه و به صورت سیاسی و جنایی عمل میکنن. که حالا مسئله دیگه هم که هستش سازمان در کنترل بحث هوای ایران ارگان های زیادی دخالت میکنه که همه اینا به وظیفه سازمان هواپیمای کشوره، ولی خب متاسفانه مثل سپاه، مثل شورای امنیت ملی، ارگان های دیگه مستقیما دخالت میکنن و خیلی وقت بدون هماهنگی اتفاقاتی مثل سقوط هواپیمای اوکراینی میفته و این مسائل را رعایت نمیکنن. و شاید بدترین چیزش این باشه که نماینده
سازمان آب کشور توی شورای امنیت ملی نمیتونه وارد بشه و اونجایی که اظهار نظری نمیتونه بکنه، اونا برای خودشون تصمیم میگیرن. و حالا برای اینکه این مشکلات رفع بشه، پیشنهاداتی که میشه باید این سازمان آب کشور بخش خصوصی واگذار بشه که بتونه تصمیم بگیره، به خصوص در مواردی که سانحه پیش میاد آبهای کشور باید نظر بده، ولی متاسفانه بقیه ارگان ها وارد میشن و نمیذارن نظر بده یا نظر درستشون ارائه بدن. بعد باید قانون هواپیمایی کشوری ایران که در سال 1328 به تصویب رسیده با قانون با ایکاو خیلی تغییرات داره، قانون به روز نشده که باید به روز بشه. سازمان هواپیمایی کشور وقتی میخواد بره نماینده در جلسات خارج از کشور سلسله مراتبی داره که خیلی وقت به جلسات نمیرسه اصلا، باید این هم سلسله مراتبش کم بکنه. و بعضی از فرودگاه های ما با فرودگاه های نظامی مشترک هستن که این کار بینطور بسیار خطرناکی بوده به حسن این چند سال اخیر، چون تب از باند مشترک استفاده میکنن که این هم الان پیشنهاد میشه که حداقل باند هاشون جدا بشه یا تجهیزاتشون شاید جدا باشه به این شکله. و الان با اینکه سیستم هوانوردی بسیار سیستم خب پیچیده‌ای هستش و خطاش دیگه قابل برگشت نیست، ولی خب در این زن در این قسمت هم متاسفانه جمهوری اسلامی به خاطر همین ضعف مدیریت و مسائل سیاسی و جناحی همین قوانین که همینطور خلاصه با خدمتتون عرض کردم نقض قانون میکنه. و در انتها ما خود ایران هم اولین فرودگاه حالا به خاطر خارج داریم، اولین فرودگاه ما در سال 1908 در مسجد سلیمان به خاطر نفت ایجاد شده که اولین فرودگاه در خاورمیانه هم بوده، فرودگاه بندر لنگ دوم فرودگاه در خاورمیانه است در ایران، بزرگترین ایرلاین ما ایرانی بوده قبل از در خاورمیانه قبل از انقلاب، ولی متاسفانه ما الان هیچ کدوم از این بزرگترین ها را دیگه نداریم. و خیلی ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. سپاس از سخنرانی خوبتون و نقطه نظری صحبتی در مورد سخنرانیشون اگر هست دوستان دستشون رو بالا کنید. بله دست خانم روزا جهانبین بالا است، اگه ممکن است برایشون رو آزاد کنید. خیلی ممنونم. اول تشکر میکنم از آقای سامانی بابت انتخاب موضوع خاصی که داشتن. فکر میکنم اولین بار هستش که در مورد این کنوانسیون توی کانون داریم صحبت میکنیم. فقط من یه سوالی ازتون داشتم، البته نمیدونم شاید در خلال صحبتتون گفته باشید، اینترنت من شاید قطع شده باشه، در مورد مسئله هواپیمای اوکراینی که اون اتفاق براش افتاد. با توجه به اینکه خب این هواپیما متعلق به یک کشور دیگه بود، یعنی متعلق به کشور ایران نبود و یک دادخواهی و یک واخواهی اتفاق افتاد توسط حالا اون خانواده هایی که متاسفانه عزیزانشون رو از دست دادن، میخوام ببینم آیا این کنوانسیون شامل حالش میشه؟ در واقع یک حرکت اجرایی میتونه حالا اون خانواده ها داشته باشن با اتکا و با تاکید بر این کنوانسیون، یا حتی کشوری مثل کشور کانادا میتونه از این کنوانسیون استفاده بکنه، یا اینکه این کنوانسیون جنبه اجرایی نداره و علارغم اینکه ایران به این کنوانسیون پیوسته محدودیتی براش ایجاد نمیکنه؟ اینو اگر اطلاع دارید در موردش ممنون میشم به هم بگید. مرسی. بله خیلی ممنون. ببینید میگم اگر حادثه اتفاق بیفته در هر نقطه امکان داره هواپیما مال کشور دیگه باشه یا در اون کشور اتفاق بیفته یا حالا برعکسش، چنین اتفاق حادثه هایی که پیش میاد کشورها موظفن که سریعاً کشوری که هواپیما را ساخته، کشوری که هواپیما درش به قول من ریجیستر شده به ثبت رسیده، به علاوه کشوری که ملیت افرادش مشخص هست، کشوری که مثلا کانادا که در اوکراین افرادش از دست داد، باید اینها را سریعا اطلاع رسانی کنن و دعوتشون کنن بیان داخل اون کشور، هر کشوری باشه. اولا که ایران این قضیه خب سه روز که پیمانکاری میکرد که با سریان اطلاع میداد نمیداد، یکی از مشکلاتی که الان درگیری هایی هست بین هواپیمای کشور و شورای ملی نام حکومت شرم کردم همین موضوع است. اولا بونه اطلاع نداده بودن، دو حریم هوایی را اعلام نکرده بودن که اون اصلا ببندن، برای خودشون کار میکردن که اصلا کاملا نقض بود.
الانم توی دادگاهیم که می تشکیل میشه حساب میده کشور کسی نیست با اون شکل، هم باشه اسمش هست عملا کارشناسی وجود نداره که بتونه نظر بده. وقت ببینید توی این موضوع کشور اوکراین و بیشتر مدعی کشور اوکراینی که مال حقوق مدار اونجا سر رسیده بوده و مالک بوده، ما بقیه کشورها میتونه اول یک سال باید بزنن بررسی کنن کشورها و مقررات رو بهشون نتیجه را اعلام کنن، بعد از یک سال اگر نشه کشورها میتونن شکایت کنن، همینطور که الان بودن دادگاه قرار شده بودن دادگاه لاهه دادگاه بین المللی، و ولی به این شکل نیست که به این صورت به نتیجه بتونن برسوننش. ولی اگر افراد بخوان به صورت شخصی شکایت کنن که الان همین کارا ایرانی ها پیدا میکنن، نهایتش که به یه دیه ختم میشه. حالا حتی مثل رانندگی دیگه، امکان داره یک نفر بزنه یک نفر رو بکشه، تو رانندگی دیه هست، حالا هر چقدر هم که اثبات کنن که شاید خطاش عمدی بوده، ولی خب سخته. اینم هم به همین شکله. ولی کشورها میتونن آنچنان که ماها تصور میکنیم نه، بازدارندگی زیادی نداره. چون ببینید یک بحثی هم که دارن کشورها، امروز اینجا اتفاق افتاده، امکان داره در یک کشور دیگه بعدا اتفاق بیفته، برابر این چون میخوان که قوانین برای همه یکسان باشه، تو اونجایی که میتونن به یک دیه بسنده میکنن. اگر هم نگاه کنید اوکراین هم حتی سر این مسائل حالا درگیر جنگ شده، ولی خب دو سال اولا زیاد آنچنان که ماها فکر کنیم خواه فشاری نمیکرد، به هر حال اتفاق افتاده از نظر اینها میگن اتفاقی که افتاده، شاید فردا برای یک کشور دیگه بیفته. اگر ایران خیلی تحت فشار قرار بدن، فردا باید یک کشور دیگه هم تحت فشار قرار بدن. پس زیاد بازداننده نیست مثل بقیه کنوانسی. نمیدونم حالا جواب سوالتون گرفتید یا نه. ممنون، سپاس از توضیحاتتون. واقعا کارهایی که به قول معروف صحبتاتون گفتین که یک سری افراد بی‌کفایت رو روی کار میارن و به قول معروف تمامی اتفاقات مثل چلیک دوباره به هواپیمای اوکراینی باعث این اتفاقات میشه. ممنون از سخنرانی خوبتون. دوباره آقای سامانی، ما به بخش بعدی میپردازیم. سخنران بعدی ما آقای گلستانجو هستن با موضوع روز جهانی عدالت اجتماعی. متشکرم بانو ولیزاده عزیز. اول بگم که جای تأسف داره که این همه کنوانسیون و پیماننامه و اینا به این زیبایی نوشته و نگارش میشه ولی قدرت اجرایی نداره. این واقعا جای تأسف داره، نمیدونم چرا اینجوری، یا اینا رو درست کنن مردم بازی بدن در سراسر جهان، هر چی پشت پرده هست تأسف باره. خب درود فراوان خدمت همه دوستان و عزیزان حاضرین در جلسه. طبق فراخوان من باید در رابطه با روز جهانی عدالت اجتماعی صحبت کنم، ولی میخوام اجازه بگیرم قبل از اون این موضوع رو عنوان کنم که عدالتی که طی 44 سال از عمر نظام جمهوری میگذره، نمیدونم اصلا چی در این رابطه ازش شاهد بودیم که ببینیم مثلا این عدالت رو چجوری اصلا در این نظام چه جایگاهی داره، این رو حالا بذارین در ادامه صحبتام در رابطهش صحبت میکنم. خب قبل از هر چیزی میخوام در رابطه کلمه عدالت، من یه تعریف های مختصری رو عنوان شده که اول ببینیم عدالت در لغت به چه معنیه تا ادامه بدیم در رابطه با عدالت اجتماعی. تعریف شده در رابطه با عدالت به این معنی که قرار دادن هر چیزی به جای خودش، یا بگیم یا یه تعریف دیگه گفتن حد متوسط بین افراط و تفریط در قوای درونی، یا به تساوی تقسیم کردن، یا رعایت برابری در پاداش دادن یا کیفر دادن. اینا چند تا تعریف بوده که در رابطه با عدالت، در رابطه با خود کلمه عدالت اون باشه. اما عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی یعنی حقوق برابر برای همه مردم و پایداری بر این آرمان که همه افراد بشر باید بدون هیچ گونه تبعیضی
از مزایای پیشرفته اقتصادی و اجتماعی بهره مند بشن و به حقوق همدیگه هم احترام بذارن و در واقع مساله عمومی رو رعایت کنن. یا بتونیم بگیم به زبان ساده‌تر، عدالت اجتماعی به معنی اینکه شناخت حقوق طبیعی و قراردادی که جامعه برای تمام افراد قائل میشه. رعایت عدالت اجتماعی از دید هر انسانی از ضرورترین امور به شمار میاد، به طوری که میتونیم بگیم هر انسانی که حتی خودش هم عدالت رو رعایت نمیکنه این موضوع رو انکار هم نمیکنه. تاریخ نشون داده که عدالت به عنوان یک امر فطری با خلقت انسان شکل گرفته و ضرورت عدالت اجتماعی با شکلگیری اجتماعات و درک انسان از همزیستی با همدیگه در واقع معنی پیدا کرده. ولی خب متاسفم که باید یادآوری بکنم که با اینکه عدالت اجتماعی آرزوی بشر بوده و هست، ولی هرچی بیشتر به دانش و آگاهی انسان افزوده شده، متاسفانه نابرابری، تبعیض و فقر در جوامع بشری بیشتر به چشم می‌خوره. با این وجود خب طی این سالیان بشر هم ساکت نشسته و با توجه به اهمیت عدالت اجتماعی، از اونجایی که این موضوع یکی از موضوعات اساسی و پایه‌ای در تمام دنیا در واقع هستش، مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2007 روز 20 فوریه رو به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی معرفی کرده و از کشورهای عضو دعوت کرده که با اختصاص یک روز به عنوان روز عدالت اجتماعی برای ترویج فعالیت‌های ملی مطابق با اهداف اجلاس جهانی توسعه اجتماعی گام بردارن و در ریشه‌کن کردن فقر، ارتقای اشتغال کامل و کار مناسب، برابری جنسیتی، دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت این کشورها تلاش بکنند. در واقع نامگذاری روز جهانی عدالت اجتماعی با هدف حمایت از کشورهای جامعه بین‌المللی در جهت ریشه‌کنی فقر و همونطوری گفتم اشتغال همه افراد، کار شایسته، تساوی جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت برای همه اعلام شده. در نشست سازمان ملل گفته شده بود که مهمترین هدف نامگذاری این روز اینه که توجه افکار عمومی، سازمان‌های غیر دولتی و همینطور دولت‌ها به موضوع جلب بشه که احتمالاً در فهرست اولویت‌هاشون قرار نداره. این گفته ای که اعلان شد نشون میده که عدالت به عنوان یک موضوع در اولویت کشورها، اقوام و ملل نبوده و احتمالا در حال حاضر هم نیست. به عنوان نمونه میتونیم وضعیت معیشت و اقتصاد و سیاسی اجتماعی مردم کشور خودمون اشاره کنیم. مشکلات فراوانی که پس از گذشت سالها از عمر انقلاب حالا اسلامی که میگذره مردم همچنان در رنج و عذابش گرفتارن. خوب اشاره کنم به یک ماده در اعلامیه جهانی بشر، ماده یک ببخشید، که در اون عنوان شده که تمام افراد بشر آزاد به دنیا میان و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرن، همه دارای عقل و وجدانن و بایستی با یکدیگر با روح برابری رفتار کنن. همینطور در ماده دوش عنوان شده که هر کس میتونه بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، مذهب، زبان، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگه که داره و همینطور ملیتش، وضع اجتماعیش، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگه از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در این اعلامیه ذکر شده بهره‌مند بشه. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبنی بر وضعیت سیاسی، اداری، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشه که شخص به اون تعلق داره، چه بخواد این کشور مستقل باشه، تحت قیومیت باشه یا خودمختار باشه یا حاکمیت اون به شکلی محدود باشه. 20 فوریه قراره که انگیزه باشه تا دولت‌ها فعالیت‌های خودشون رو برای پیشبرد امر عدالت اجتماعی افزایش بدن. به تشخیص این اجلاس عمومی، تکامل و توسعه کشورهای گوناگون
به عدالت اجتماعی، همبستگی، هماهنگی و برابری میان همه در واقع وابسته است و ارزش‌های چون عدالت اجتماعی و برابری حقوق ارزش‌های بنیادی به شمار میاد. ارائه سند 23 نمونه بارز اجرایی شدن این عدالته. همین امروز خبری رو خوندم مبنی بر این که یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تهران با انتقاد از خانمان براندازترین سیاست اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته هشدار داده. چنانچه حکومت اینطوری گفته که چنانچه حکومت به بازنگری بنیادین در ساختار نهادی تن نده، ایرانی باقی نخواهد بود. این آقا که اسمش فرشاد مؤمنی بود عنوان کرد که 1/3 سفره مردم نابود شده. از افزایش جمعیت زیر خط فقر در ایران خبر داد و گفت دست کم 25,500,000 نفر از مردم ایران در سال 1400 یعنی سال گذشته به دلیل سیاست‌های حکومت به زیر خط فقر رانده شدن. ایشون عنوان کرده که یکی از کانون‌های بحرانی در ایران نظام تأمین اجتماعیه و گفته که با سرعت غیر متعارف به سمت ورشکستگی سازمان‌های بیمه‌ای حرکت می‌کنیم. همینطور اضافه کرده که سقوط کیفیت آموزش در زمینه‌های آموزه‌های پایی دارای ابعاد فاجعه‌آمیزه. حدود 30% جمعیت بین 18 تا 24 سال کشور اساساً فاقد تحصیلات متوسطه دوم است و حدود 56% جمعیت فاقد تحصیلات کامل متوسطه است. خب این مطلبی که الان خدمتتون عرض کردم، البته یه بر حسب یه خبری که امروز به دستم رسید، یه بخش کوچیکی از نابسامانی‌های نظام جمهوری اسلامیه که از نظر اقتصاددان‌های کشور عنوان شده و عملا عدم رعایت عدالت اجتماعی رو تو کشور ایران در واقع رو بیش از ایناست که حالا این مورد رو چون امروز جدید به پست خورد گفتم بگم که حالا شما دوستان در جریان باشید. ولی حالا بریم سراغ عدالت اجتماعی در سطح بین الملل. دولت‌های جهان برای اینکه بتونن در کشورهای خودشون به جامعه‌ای برای همگان دست پیدا بکنن متحد شدن، سازوکارهایی رو ایجاد کنن که عدالت اجتماعی رو چه در محدوده ملی و چه در پهنه بین الملل پوشش بدن. اونا وعده دادن که ثروت رو در کشورهای خودشون عادلانه تر تقسیم کنن و امکان دسترسی همه رو به نعمتهای مادی در واقع فراهم کنن. در اجلاس عمومی اعلام شد که رشد و توسعه بیشتر میبایستی برابری و عدالت اجتماعی بیشتر رو ممکن بکنه و یک جامعه عادلانه جامعه‌ای برای همگانه. چنین جامعه‌ای پیش از هر چیز میتونه بر شالوده حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین سیاسی استوار باشه و همونطور که قبلا هم اشاره کردم روز جهانی عدالت اجتماعی میباید انگیزه‌ای باشه برای افزایش تلاش جامعه بین‌الملل در راستای از بین بردن فقر، ایجاد فرصت شغلی برای همه، شرایط کار انسانی و دستمزد عادلانه، برقراری عدالت جنسیتی، دستیابی به رفاه اجتماعی و نهایتاً اون چه در قاموس سیاسی عدالت اجتماعی خونده میشه. با این حال هنوز مسئله اجتماعی زیادی وجود داره که باید مورد توجه و رسیدگی قرار بگیره و من امیدوارم که با برگزاری روز جهانی عدالت اجتماعی در حالا سالهای آینده این مشکلات کم کم برطرف بشه. به همین منظور لازمه یادآور بشم که چطور میتونیم عدالت اجتماعی رو در جامعه خودمون یا هر جامعه‌ای ایجاد کنیم. باید توجه داشته باشیم به این نکته که ایجاد عدالت اجتماعی در هر جامعه‌ای به تغییر نگرش حاکمان در درجه اول، برنامه ریزان درجه دوم، مدیران اقتصادی و در نهایت به تک تک افراد جامعه بستگی داره و چنین شرایطی زمانی به دست میاد که افراد جامعه به دور از تعصب‌ها و تبعیض‌ها و بر پایه ملاحظات انسانی و عقلانی روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه در واقع بر اساس عدالت جامعه رو بر اساس عدالت شکل بدن. روز جهانی عدالت اجتماعی به ما یادآوری میکنه که همه ما باید دست به دست هم بدیم تا با مسائل اجتماعی که جامعه ما رو فلج میکنه مبارزه کنیم.
باید قول بدیم که همیشه صدای خودمون علیه بی‌عدالتی اجتماعی بلند کنیم. بستن چشممون به روی مسائل اجتماعی هرگز راه حلی رو برای اون در واقع نخواهد داشت. این روز به ما یادآوری میکنه که تک تک افراد جامعه این وظیفه رو دارن که علیه بی‌عدالتی اجتماعی اقدام کنن. همین امروز باز من یه خبری رو شنیدم مبنی بر اخراج یا حالا تعلیق یا به نوعی میشه گفت اخراج یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی، آقایی به نام دکتر خدایا آرش ایشون گذشت دکتر مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف داره، آیا آرش رئیسی نژاد یادم اومد، فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران داره و دکترای روابط بین الملل از دانشگاه فلوریدا داره. با این حال دیگه اولا والا من اگر جایشون بودم شاید دیگه از آمریکا بر نمیگشتم، ولی خب هستن کسایی که عرق ملی دارن و میخوان برگردن تو کشور خودشون، سازندگی در کشور خودشون ایجاد کنن، که حالا ایشون هم یکی از اونها برگشته و مثل خیلی از اساتید دیگه ای که الان مشکل حالا اخراج رو دارن یا تعلیق رو دارن یا انفصال از خدمت رو دارن، ایشون رو هم امروز من خبرش رو به دستم رسید که یه همچین فردی با یه همچین کارنامه ای که عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هم هست، به دلیل همین اعتراضاتی که در صفحه توییتر خودش به دلیل عدم کارایی مسئولین حالا انتقاد کرده یا اعتراض کرده، ایشون رو معلق کرد. اینو میتونیم جزء عدالت اجتماعی حساب کنیم نه؟ البته عدم عدالت. خب در ادامه صحبتم من یه مورد رو یادم این مورد رو یادم افتاد گفتم اضافه کنم، اما باید این رو در نظر داشته باشیم برای برقرار برابری بی در باید در واقع من حواسم پرت بی عدالتی شد، باید این رو در نظر داشته باشیم که در برابر بی‌عدالتی اجتماعی باید بیستیم تا این دنیا رو تا بتونیم این دنیا رو به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل کنیم. جایی که عدالت انکار میشه فقر اجرا میشه، الان شاهدش هستیم تو ایران خودم. جایی که جهل حاکم میشه، حالا اگر به همه آقایون من چی میگم توهین نخوام بکنم، عملا ما زیاد جایگاه افراد دانایی رو در رأس حداقل نداریم و هر کجایی که جهل حاکم میشه و هر طبقه احساس میکنه که جامعه توطئه سازمان یافته برای سرکوب غارت رو و تحقیر اونهاست، افراد در امون نخواهند بود، هم کما اینکه در الان کشور خودمون شاهدش هستیم. ممکنه مواقعی پیش بیاد که جلوگیری از بی‌عدالتی رو ما توانش رو نداشته باشیم، اما هرگز نباید زمانی باشه که در اعتراض کوتاهی کنیم. گاهی اوقات تنها راه رسیدن به عدالت اینه که اون رو برای خودمون در نظر بگیریم. همینطور که الان شاید هستیم مردم کشور عزیزمون با جون و دل الان دیگه همه اقشار به میدون اومدن، حالا بگذاریم که حالا نمیتونم بگم همه جمعیت نیست، ولی خب اکثریت خیلی ها دیگه حالا آمار ندارم دیگه، الان مردم احساس کردن که اون عدالت رو هر کسی برای خودش در واقع این بی‌عدالتی رو احساس کرده که پا به میدون اومدن. دیگه مثل دورهای قبلی نیست که حالا بخش بخشی از گروه حالا اصناف بیان یا فقط دانشجوها بیان، حالا چون بگن احساس کردن که عدالت در حق اونا ضایع شده، الان دیگه همه اقشار از همه بگم دیگه حالا همه این احساس رو کردن که دیگه عدالتی وجود نداره و باید از حق و حقوق خودشون دفاع کنن. در همین زمینه سازمان ملل هر ساله میزبان رویدادهایی برای بزرگداشت این روز و افرادی که در تبدیل اون به اون چیزی که هست و کمک کردن و باید در واقع رویدادهایی رو در نظر گرفته و باید توجه اینو داشته باشیم که معلمان و والدین هم باید از این روز برای آموزش ایدئولوژی عدالت اجتماعی و چرایی اهمیت این به کودکان خردسالشون در
در این دنیا استفاده کنند، تا در نتیجه آموزش ها و آگاهی که به این نسل بعد میدیم، نسل آینده همون اشتباه نسل قبلی رو مرتکب نشن و در نهایت همه بتونیم بدون ترس زندگی شاد، ایمن و در واقع کامل رو داشته باشیم. برای بیشتر نشون دادن حساسیت این روز جهانی، هر ساله سازمان ملل یه شعارهایی رو به عنوان الگو مطرح کرد که من دو تا سالش رو به دستم رسید. من در واقع سالهای گذشته یا این سالهای اخیر رو ندیدم، ولی شعارهایی که برای سال 2019 عنوان کرده بودن، یکی این بود که برای سال 2019 این بود که اگر صلح و پیشرفت میخواین برای عدالت اجتماعی تلاش کنید، و در سال 2020 عنوان کرده بود که پایان بخشیدن به نابرابری ها برای دستیابی به عدالت اجتماعی. با توجه به مواردی که خدمتون عرض کردم، میخوام یه گریزی بزنم دوباره وضعیت ایران تا ببینیم ایران که یکی از اعضای مجمع سازمان ملل هست، عدالت اجتماعی رو چجوری رعایت کرده. یکی از شعارهای مهم از خودشون، از نظر خودشون مهم مسئولین جمهوری اسلامی پس از انقلاب، تحقق عدالت اجتماعی بوده. اما یه نیم نگاه کوچولو به موضوعاتی ساده در جامعه نشون میده که ما تا ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داریم. آیا امکانات شهرهای بزرگ و متوسط ایران همرده با نزدیک به سایر نقاط کشور هست؟ پس از 43 سال هنوز شاهد اون هستیم که به خاطر عدم مسئولیت پذیری و نگاه ها و تفکرات و تصمیمات غیر کارشناسی بیشتر مسئولین در بخش های مختلف و حتی برخی سازمان ها، نه تنها برخی مشکلات مرتفع نشده، بلکه به بهانه های مختلف و ایجاد پروژه های با برنامه ریزی های نادرست باعث هدر رفتن و وارد کردن خسارت مالی فراوانی به حقوق مادی و معنوی مردم، یا به عبارتی بگم که بیت المال شدن. نمونه بارز اون پروژه مولدسازی که الان چند روزی خبرساز شده، این همون قرار نگرفتن هر چیزی یا هر کسی در جای خودشه. برای درک بیشترش، یعنی برای اینکه خود باز کنیم موضوع رو و پی بردن به حقایق واقعی و اینکه تا چه اندازه در جامعه ایران به حقوق مردم و شهروندان احترام گذاشته شده و یا چقدر در حق مردم در زمینه‌های مختلف اجحاف شده، می‌بایست به تعریف و توضیح برخی واژه‌های بپردازم تا به راحتی بتونیم معنی واقعی عدالت و عدالت اجتماعی رو در ایران درک کنیم، هرچند که الان دنیا درک کرده این موضوع. ولی خب این مواردی که می‌خوام توضیح بدم، میگم حداقل یه بخشی رو من در نظر گرفتم که عنوان کنم، چون انقدر مسائل زیاده که عملا وقت جلسه اجازه رو به این موضوع نمیده. به طور مثال مشکلات مردم رو برای دریافت تسهیلات از مراجعه به ادارات دولتی یا نهادهای دولتی، بیمارستان ها، بانک ها گرفته تا برخورداری از خدمات و تسهیلات آموزشی و حمل و نقل و داشتن امکانات اولیه زندگی در یک شهر و روستا در واقع میتونم اشاره کنم. همونطور که در ابتدای صحبت هم عرض کردم، همون صحبت اون استاد دانشگاه اقتصاددان، اگه یادتون باشه حدود 20 روز قبل در شهرستان خوی دچار حادثه شدیم. هموطنامون در اثر این زلزله دچار خسارات زیادی شدن. گذشته از عدم سرویس دهی مناسب به این هموطنان، در خبری خوندم که افرادی که به خونه هاشون خسارت وارد شده به بنیاد مسکن مراجعه کردن و درخواست تسهیلات مسکن داشتن که تنها مبلغی معادل 15 میلیون تومان برای بازسازی به اونها تعلق گرفته. البته به خوبی این رو میدونم، چون خودم کارمند بانک بودم، میدونم که دریافت همین حداقل مبلغ هم مراحل خاصی رو باید اون افراد طی کنن، ولی در هر حال عملا حالا اگر به راحتی هم میدادن عملا گره‌گشا نیست، این مبلغ اصلا مبلغی نیست. با این حال وقتی که این افراد مراجعه کردن به استانداری و گلایه‌مند بودن از این وضعیت،
فکر کنین استاندار چه جوابی داده؟ گفته مجبور که نیستیم بگیریم. خب نگیریم. این پاسخ یه مرجع هست برای دادخواهی به مردم بی‌پناه حادثه دیده. در حالی که خب همین حادثه در ترکیه هم اتفاق افتاد. من تو خبرها متوجه شدم که دولت اعلام کرده که به هر خانواده زلزله زده به مدت یک سال ماهیانه 10,000 لیر پرداخت میکنه. از همین آیه افشارده دوستمون من پرسیدم کردم که آیا این خبر صحت داره؟ ایشون گفتش که 10,000 تا که اصلا مبلغ نیست این کشور. ولی دولت اعلام کرده که تا یک سال هزینه اجاره یک خونه رو برای این افرادی که خونه هاشون تخریب شده پرداخت میکنه تا زمانی که خونه هاشون ساخته بشه و قابل سکونت بشه. حالا البته نمیدونم که این اجرایی شده یا نه، اینو بعد از آقای افشارزاده بپرسیم حالا در ادامه ازشون بپرسیم آیا این اجرا شده یا نه. یا مقایسه کنیم کیفیت خدمات ارائه شده در شهرها و روستاهای دوردست به هموطنان با خدمات ارائه شده در شهرهای بزرگ یا افراد سرشناس و متوسل به عوامل دولتی یا سیاسی که در مواردی هم با سوء استفاده از راند در زمینه‌های مختلف از جمله در حوزه خدمات بانکی و وام‌ها و اختلاس‌های وحشتناک امور خودشون رو پیش می‌برن که من خودم تو زمانی که در بانک بودم شاهد عینی این داستان بودم. ولی باید بگیم این عدالت نیست که کودکان این سرزمین در اغلب شهرستان ها به خصوص در سیستان و بلوچستان شهرهای جنوبی و غربی کشورمون از نعمت مدرسه و مرکز بهداشتی و درمانی، مرکز تفریحی محروم بمونن، در سرما و گرما با کمبود امکانات آموزشی در نهایت قادر به ادامه تحصیل نباشن، در مقابل فرزندان و نزدیکان آقازاده ها با پولهایی که از ناکجا آباد به دستشون میاد هزینه‌های تحصیل و زندگی و رفاه خودشون رو در کشورهای همچون آمریکا، انگلیس، کانادا و بسیاری از کشورهای اروپایی بپردازن. البته بسیاری موارد دیگه که همگی به خوبی از اون مطلع. سرکشی به بیمارستان‌های دولتی به خصوص تأمین اجتماعی و مرکز خصوصی هم میزان ایجاد فرصت درمانی مناسب برای همه اقشار جامعه را مشخص می‌کند. نحوه برخورد کارکنان و پزشکان بخش دولتی، میزان نظافت و تمیزی بخش‌ها، همچنین کیفیت رسیدگی به افراد در بخش دولتی و خصوصی را خدمتتون عرض کنم. همه ناظر بر این قضیه ان که افراد دارای تمکن مادی شایسته امکانات درمانی و شانس زنده ماندن بیشتری نسبت به سایر افراد جامعه خواهند داشت. به عنوان نمونه دوباره به همین زلزله که در خوی ایجاد شد اشاره می‌کنم و نحوه برخورد مسئولین با مردمی که به جای ایجاد تسهیلات برای اونها با ماشین آپاش در هوای سرد مردم رو مورد تفضل قرار داد. مورد بعدی آموزش همگانی، بهداشت خدمات اجتماعی، زمینه رشد و ارتقای اجتماعی، بهداشت روانی، همچنین فرصت تحصیلات عالیه برای همه افراد جامعه باید آماده و مؤثر باشه. به عبارتی فرصت اجتماعی باید برای همه یکسان باشه. در چنین فضایی عدالت اجتماعی مفهوم خواهد، در حالی که هممون به خوبی میدونیم جوانای ایرانی حتی در انتخاب و پیدا کردن شغل‌های حداقلی با تبعیض‌های آشکار مواجهند. در زمینه تحصیل دانشگاهی الهی با امید تو تبعیض اصلا بیداد میکنه. یه موردش ستاره دار شدن دانشجوهاست. یه موردش حذف دانشجوهاست از جمله دانشجوهای بهایی که گویا اصلا این افراد جزی از جامعه نیستن. در همین مدتی که از شروع اعتراضات یا بهتر بگم انقلاب جدیدمون داره میگذره بسیاری از دانشجوها از تحصیل محروم شدن یا زندانی شدن. دانشجوهایی که آینده ساز کشورمونن و هر شکوفایی از این مرکز آغاز بشه. عدالت اجتماعی پیش نیاز توسعه همه جانبه است. با آموزش و تغییر بافت فرهنگی مردم، رشد نگاه برابر در واقع رشد نگاه برابر انسان ها به یکدیگر و پرهیز از بحث حالا بگیم خودی و غیر خودی یا قومیت گرایی، ایجاد سیستم های متمرکز و در نهایت ارائه مناسب خدمات اجتماعی مبتنی بر مالیات مردم تحقق پیدا میکنه. اون عدالت اجتماعی در سیستمی که عده‌ای خودش رو برتر و حالا بگیم وارسته تر
از دیگران بدونن و خواندن حکومتی ایجاد بشه، تحقق عدالت امکان پذیر نخواهد. در یک جامعه عدالت محور همیشه امکان رشد افراد وجود داره و در این راه تنها استعداد و تلاش انسان حرف اول رو میزنه، که متاسفانه با وجود نظام جمهوری اسلامی ما تا ایجاد چنین جامعه‌ای راه طولانی در پیش داریم، مگر اینکه بتونیم با همت همدیگه ریشه این نظام رو برداریم. مورد دیگه چهره خیابون هاست. کودکان کار، واحدهای آپارتمانی با متراژ کمتر از 5 متر، زندگی سخت اقشار مختلف ایرانی و بسیاری از نمادهای اجتماعی دیگه، همه اینا نشون از این داره که عدالت در جامعه ایرانی در عمل هنوز واژه غریب و برای درصد بالایی از شهروندان ایرانی یک رویاست که هر از گاهی صرفا در مقاطعی چون موسم انتخابات اگه یادتون باشه یا هر سخنرانی خیلی حالا یه رده بالا داری، این عدالت اجتماعی بولد میشه و در رابطهش صحبت میکنه. امیدوارم به زودی در آینده بسیار نزدیک با یک مدیریت عدالت محور، عدالت گستر، به همت همین وطن دوستان و وطن پرستان، خدمتگزاران کارشناس و متخصص از همه واجدتر، ایرانی شاد، آباد و جامعه سرشار از عدل و عدالت رو شاهد باشیم و دیگه شاهد این همه بی‌عدالتی حداقل در کشور خودمون نباشیم. حالا تا سطح بین‌الملل که نمیدونم کی میتونیم به اون تحقق پیدا کنیم. ممنونم که تا این لحظه با من بودین. بانو ولیزاده، من در خدمت شما هستم. صحبت دیگه ندارم، اگر صحبتی دوست داشته باشم من در خدمت شما. مایک آزاد. بله، سپاس از سخنرانی خوبتون. به خیلی موارد اشاره کردین که واقعا توی ایران نقضش رو به صورت آشکار میشه دید. دوستان، من اینجا دست خانم روزا جهانبین رو اول دیدم، اگر درست هستش برای شما مارک رو باز کن. مرسی از شما. من اول از آقای گلستانجو تشکر میکنم بابت سخنرانی خوبی که داشتن و از همه جوانب تونستن که در واقع این بحث رو باز کنن. فقط در تکمیل فرمایشات شما چند تا مورد رو میخواستم اضافه کنم. یکی مسئله این که خب یادآوری این روز خیلی خوبه، در واقع مثل یه تلنگری برای هممون، اما مهم اینه که گوش شنوا داشته باشیم، حالا چه به عنوان یک شهروند عادی چه به عنوان کسی که در وسط قدرت قرار داره. یه مسئله دیگه که هستش اینه که کلا به نظرم عدالت نقطه مقابل قدرته، یعنی متاسفانه قدرت این شاخصه رو داره که همراه با خودش طمع میاره و به هر حال زورگویی میاره و یه سری رانت بازی میاره و فساد میاره که قشنگ نقطه مقابل عدالت قرار میگیره. و حالا سوای بحث کشور خودمون که شما در موردش صحبت کردین، متاسفانه مسئله تبعیض جنسیتی یا نژادی یا حتی تبعیض بر اساس رنگ پوست، به هر حال اون اتفاقاتی که سالیان خیلی گذشته، حتی میتونیم بگیم در کشوری که خودش رو صاحب خیلی فرهنگ غنی میدونه مثل آمریکا و هنوز هم این مسئله هست، این تبعیضی که علیه سیاه‌پوستان اتفاق میفته، این مسائل هست متاسفانه و همه اینا نقض حقوق بشر هست و نقض عدالت هم هست. فکر میکنم این روز جهانی عدالت اجتماعی یکی از مناسبت‌های خیلی مهم جهانی هستش که متاسفانه خیلی کم داره بهش توجه میشه و خیلی گنگه، خیلی گمه و کمتر بهش توجه میشه. اما یه مسئله‌ای که من دارم و برام جای تعجب داره، حالا در مورد همه مناسبت‌های جهانی که به این شکل هستش، اما در مورد این مناسبت جهانی یا روز جهانی عدالت اجتماعی، خب میتونیم اینجوری بگیم که نمیتونیم فقط محدودش کنیم به مرزهای یک کشور، چون که یه حالت جهانی پیدا میکنه و میتونه تأثیرگذار باشه روی حداقل کشورهای همسایه اون
کشوری که نقض عدالت اجتماعی داره. اما مسئله‌ای که من دارم باهاش و تعجبی که می‌کنم، به هر حال این همه اجلاس سالیانه داره اجرا میشه و کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی و حالا عامیانه ترش کشورهای تراز اول که میتونیم بگیم سیستم آموزشی مناسبی دارن، فرهنگسازی مناسبی دارن انجام میدن، این مناسبت رو و این روز رو آموزش میدن و گرامی میدارن، اما توجهی به این قضیه نمی کنن که اصل این مسئله بر این هستش که اون کشورهایی که سواد کافی رو ندارن و اون کشورهایی که دچار تبعیض در واقع عدم رعایت عدالت اجتماعی هستن، به اونها باید توجه بشه و یه عامل بازدارنده براش در نظر گرفته بشه. اینکه به هر حال سالی یک بار یک مناسبت یادآوری بشه یا یک کشوری رو تعیین بکنن دور همدیگه جمع بشن و حتی سران کشورانی که خودشون ناقض عدالت اجتماعی هستن ازشون دعوت میشه، توی اون جلسات میشینن صحبت میکنن و نتیجهش هیچی نیست و ما سال به سال داریم میبینیم اوضاع بدتر میشه. به نظر من با این سیستم اگر که این روزهای جهانی به خصوص این مسئله عدالت اجتماعی یا مسائل مربوط روزهای جهانی مربوط به محیط زیست که کم هم نیستن، اگر که به صورت عملی اجرا نشه و پیگیری نشه، به نظر من اصلا یادآوری هم نشه خیلی بهتره. مرسی، میکروفون در اختیارت. سپاس از اظهار نظرتون خانم جهانبین عزیز. دقیقا طبق صحبتی که شما کردین نظر من هم به این صورت استش. از نفر بعدی دعوت میکنم که بیان نظرشون رو بگن. خانم لیدا اشجعی لطفا مایکرو برایشون آزاد. بله من مایکرو دارم خانم ولیزاده. با تشکر از وقتی که به من دادید. البته آقای گلستانجو بسیار در واقع سخنرانی خوبی داشتید، ولی توجه کردید به جامعه ترکیه، یعنی در رابطه با زلزله خوی مقایسه کردید. ببینید ترکیه هم کمتر از کشور ما نیست. تورم رو در ترکیه شما ملاحظه بکنید. تمام این کارهایی که در واقع آقای اردوغان در پیش گرفته که بیشتر پروپاگاندا هست، در واقع برای این هستش که انتخابات در ترکیه نزدیکه و نظرها رو به اون طرف ببرید. اختلافات سیاسی که در ترکیه وجود داره قابل توجه، یعنی من نگاه میکنم، گوش میکنم و اصلا این صحبت ها نیست. بحران بسیار بسیار بد اقتصادی در ترکیه وجود داره، یعنی حتی اگر مقایسه کنید از لحاظ دلار و لیر با ایران که خیلی فاصله کم هست. و اما در رابطه با عدالت، ببینید عدالت مقابل قدرت نیست. قدرت خودش میتونه عدالت به وجود بیاره به اعتقاد من، چون که کشورهایی که صاحب قدرت هستن، ثروت هستن، اینها در واقع با توزیع عادلانه، یعنی بخش‌های مختلف جامعه رو در نظر میگیرن و در واقع بخشی از ثروت رو که حالا خودشون تولید کننده هستن متوجه جامعه میکنن و اون میتونه تا حدودی اون عدالت اجتماعی رو به وجود بیاره. کشورهای مثل ما که از لحاظ اقتصادی و تولید بسیار در مرحله بسیار پرتی قرار داره، به عدالت اجتماعی نمیتونه برسه، برای اینکه اون ثروت متوجه جامعه نمیشه و اون در واقع دولت هم که در بخش تولیدی هستن مؤثر نیست. در نتیجه شروع میکنه به اینکه پولی هست دیگه، اون شروع میکنه به دزدی کردن و فساد حاکم میشه، در نتیجه خود به خود جامعه به فقر میشینه. و البته در جامعه یعنی فعلی ما، چون از مذهب هم، یعنی در ترکیه هم همینها، من در ویدیوهایی که میدیدم مردم خودشون رفتن که آوار رو به هم، یعنی از زیر آوار نزدیکان خودشون رو بیرون بیارن، یه عده اونجا جمع شدن صدای الله اکبر میکنن، یعنی با الله اکبر، و یه سری هم در ویدیو میگن با الله اکبر هیچ کس نمیاد از زیر آوار بیرون و ما احتیاج به متخصص داریم. از اسرائیل متخصص رفت برای در واقع ترکیه و تونست تعدادی رو نجات بده.
از همه جهان هم رفتن برای کمک. البته بود زلزله در ترکیه بسیار فجیح بوده. حالا منظور من این هست که عدالت احتیاج به ابزارهایی داره، در کنارش باید ثروت باشه، باید قدرت باشه تا بتونه اون ابزارها رو به صورت صحیح به کار بگیره در صحت و سلامت جامعه، که بشه درش ما بتونیم عدالت اجتماعی رو بگیریم. جامعه ما تا زمانی که با این حکومت روبرو هست که از دین یک ابزار سیاسی درست کرده براش و در مقابل همه جا رو میکوب و میزن و میگیره، هیچ الان هم اگر در خبرها شنیده باشید امریکا جلوی انگلیس رو گرفت در رابطه با اینکه در واقع سپاه رو نبره در لیست تروریست قرار بده، برای اینکه میخواد باش با ایران معامله بکنه. یعنی ماها ایرانی ها باید برای کشور خودمون، برای وضعیت خودمون باید فکری بکنیم، وگرنه هیچ وقت هیچ چیزی رو نمیتونیم صاحب بشیم. این حکومت هم دیگه خودش رو به هر طریقی نشان داده و خواهد داد. من تشکر میکنم و مایک رو میبندم. ممنون از نظرات خوبتون خانم دیدارشی. بله دقیقا الان حکومت روی کار به قول معروف قانون رو با در چارچوب اسلامی قرار داده و از قانون که یک ابزار هستش که برای به اجرا درآوردن عدالت به نفع خودشون استفاده میکنن و سوء استفاده میکنن به نفع خودشون. ممنون که نظرتون گفتی. نفر بعدی آقای اگر اشتباه نکنم آقای گلستانجو هستن. ممنون میشه نظرتون بشن. خواهش کنم. ممنونم از که وقت من دادیم. دو تا نکته رو من خواستم بگم در رابطه با اینکه حالا ترکیه در چه حد در واقع هم نمیخواستم مقایسش بکنم با ایران، ولی واقعیتش این بود که حالا گفتم بعد آقای افشارزاده بگه که آیا حالا اون خبری که دولت اعلام کرد به مردم اعمال شد یا نه، ولی توی خبرهای متفرقه میگم حداقلش خانم اشی چادرایی که برای مردم داده بودن توی یکی از عکس ها بود که مثلا برای هر چادری داشتن برق اختصاصی نصب میکنن، یعنی فیوز برش میذاشتن که حالا بتونن درست استفاده کنن یا بتونن از وسایل حرارتی استفاده کنن هر چی که هست. در صورتی که ما شاهد چقدر آتش‌سوزی بودیم توی همین چادرایی که خود مردم داشتن یا حالا هلال احمر بهشون داده بود که چادرای صحرایی اینا مال کی بود اصلا با چه وضع افتضاحی. و مورد بعدی این که تو صحبتم هم عرض کردم درسته که حرف یعنی اقدام اول مربوط میشد به حالا حکمران ها و اقتصاددان ها و سیاسیون، ولی اول آخر همه این هر نوع اتفاقی از اهم از خوب یا بد برمیگرده به خود مردم. تا وقتی مردم آگاه نباشن و نخوان این خواستن خیلی مهمه. الان که مردم ریختن تو کشور ما بیرون، حتی ایرانی های خارج از ایران هم دارن اعتراضات پشتیبانی میکنن، برای اینکه همه دیگه میخوان. این خواستن خیلی مهمه. خواستن با دوست داشتن خیلی متفاوته. منم خیلی چیزا دوست دارم ولی خب عملا دنبالش نمیرم، ولی اون چیزی میخوام رو حتما به دست میارم. تا وقتی اگر مردم با هم اتحاد داشته باشن، گذشته از اینکه باید آموزش های لازم رو ببینن و این بعضی وقتا همکارا میگن که خب بالاخره اون جامعه باید امکان این دسترسی به این آموزش ها رو بده، ولی در اینطوری هم همش اگه هم بزنیم گردن مسئولین هی باید کولی بدیم، همیشه باید هی جا بمونیم. باید یه وقتی از خودمون شروع کنیم. هر چیزی که من الان کم دارم باید پیگیرشم که من چجوری میتونم این آگاهی رو به دست بیارم، آگاهی رو به دست بیارم تا بتونم اون چیزی که میخوام فراهم کنم. این مورد تنها گزینه است برای هر نوع موفقیتی. همه این عهدنامه ها و تمام این کنوانسیون ها همه اینا صحبت آقای سامانی رو که ابتدای جلسه گوش دادیم، همه این پیمان نامه ها حالا اگه نگم باد هواست،
فقط کلمات قشنگی هن. چون هیچ تعهد اجرایی ندارن. و اگر خودمون نتونیم حق خودمون رو، حالا هر کسی تو مملکت خودش یا هر تو هر قسمتی که هست، خودش خودمون اون آگاهی رو نداشته باشیم، نتونیم از حق خودمون دفاع کنیم، هیچ وقت انتظار هیچ پیشرفتی رو از هیچ دولت یا هیچ سازمان یا هر چی بریم بالاتری رو نمیتونیم داشته باشیم. ممنونم بانو ولیزاده. من مایک رو دادم. ممنون از نظراتتون. حالا نظر خانم لیدا اشتهی رو میشنویم. آقای گلستان جون، من هم با شما موافقم. تمام این کنوانسیون های، چون ببین کنوانسیون ها محلش سازمان ملل، سازمان ملل ترکیب کشورها رو در سازمان ملل ببینید، اکثر اون کشورهایی که در سازمان ملل هستن، عضویت این سازمان رو پذیرفتن، اکثرشون ناقضان حقوق بشر هستن، ناقض اصلا به جامعه خودشون توجهی ندارن. و از طرف دیگه موضوع اینه که همون کشورها که بالاترینشون، بالاترین پول یعنی فرستاده میشه برای سازمان ملل، همین عربستان سعودی است، تمام کشورهای عربی است، و اینها همه به سازمان ملل ماهانه پول میدن. سازمان ملل چطوری میتونه سر پای خودش بیسته؟ ولی در کنار اینها کارهای انسان دوستانه و بشر دوستانه انجام میگیره که نباید اونها رو در نظر نگرفت. مثلا میرن برای رفع گرسنگی به کشورهای آفریقایی، یا برای آموزش پرورش، یا برای بهداشت و درمان، یا برای به وجود آوردن آبهای سالم، این کارها رو انجام میدن و انسانهایی هم دارن، یعنی در واقع سازمانهایی هم دارن که این کارها رو انجام میدن. ولی خود یعنی ساختار این سازمان به این صورت است. اینهایی هم که کنوانسیون هایی هم که در واقع تنظیم میشه توسط افراد بسیار بسیار بالا، یعنی از نظر تخصص، ولی اینها در واقع فرستاده میشه برای کشورها، به لازم الاجرا بودنش هم زیاد پابند نیست. یعنی اینطور نیست که قانون بذاره سر کشورها که شما حتما اینها رو اجرا بکنید، بلکه میذاره به مثلا در آلمان اجرا میشه، در ایران اجرا نمیشه، در فلان کشور انجام میگیره، برای اینکه مردمان اون کشورها هم میخوان این موضوع رو. موضوع اینه کشور ما اصلا هیچ نمیدونه کنوانسیون چی هست. من مایک رو دیگه زیاد صحبت نکنم، مایک رو میبندم. سپاس از نظرات خوبتون خانم لیدا اشتهی. دوستان در مورد عدالت اجتماعی صحبتی، نظری، نکته نظری چیزی ندارند؟ اگر که ندارند، ما به قسمت بحث آزاد بپردازیم. قسمت بحث آزاد ما رو با موضوع آزادی بیان آغاز میکنم. میخوام تعریفی از آزادی بیان رو براتون بخونم. آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقاید. به مفهوم دیگر، آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده و عقیده ها به دیگران. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ظهور دنیایی که در آن افراد بشری در بیان عقیده آزاد و فارغ از ترس باشند، به عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده است. آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه چند صدایی دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشری منجر می شود. آزادی بیان حق طبیعی است که همه افراد آدمی به متقاضیهای انسان بودن خود به طور یکسانی از اون برخوردارن و به موجب اون در بیان اندیشه و فکر خود. آزادی بیان در ایران با توجه به اتفاقات اخیر که چه در گذشته و چه در حال حاضر برای افرادی که سعی دارند که آزادی بیان داشته باشن و بیان و توی کشورشون از عقیده و اعتقادات خودشون صحبت بکنن،
باعث شده که دست کم 529 نفر از جمله 71 کودک کشته بشه و همچنین بازداشت دست کم 60 هزار از مردم عادی که فقط برای آزادی بیان خودشون به خیابان ها اومدن و به صورت مسالمت آمیز اعتراض کردن و آزادی بیان خودشون رو خواستن، آزادیشون رو خواستن، دستگیر شدن، کشته شدن و توسط حکومت کودک کش که نه جوان رو از پیر میشناخت نه کودک رو از جوان. همچنین اعتراف های اجباری مانند خانم سپید رشنور رو دیدیم که مجبورشون کردن که عقایدی که داشتن رو پس بگیرن و اون آزادی بیانی که ازش صحبت میشد به صورت کامل وجود نداشت. ممنون میشم که نظراتتون رو در مورد آزادی بیان بشنوم و در این بحث شرکت کنیم. ممنون. خانم لیدا هشتی، نظرتون میشنوید. با تشکر و معذرت که در واقع من شروع کننده هستم، ولی چون میخواستم شما رو در جریان یک خبر که همون آزادی بیان رو در ایران کاملا یعنی در معرض نمایش گذاشته بذارم که کتاب فروشی خارزمی در تهران با حکم قضایی پلم شد. حالا اگر شما به تصویری که رادیو فردا این رو در واقع منتشر کرده، به کتاب هایی که در این کتاب فروشی در واقع به فروش می رسیده در ویترینش بوده، نبرد من که مال هیتلر هست، موسولینی، صدام، بعد براتون بگم در حالا این کاملا مشخص نیست، ولی در رابطه با حق و عدالت ببینید کتاب هایی که وجود داشته، بعد آفتاب آزادی، قذافی و بازم زن، زنان کتابخوان خطرناکه. ببینید این کتاب فروشی در واقع که یکی از کتاب فروشی های بسیار قدیمی ایران هست، یعنی تاریخی برای خودش داره، پلم شد و البته یک قسمت از صاحبان این کتاب فروشی حالا این قضیه داره که بعد یعنی مربوط می شده به بنیاد مثل که ارشاد و اینها، بعد در واقع نصف اینو خریدن از دست اون صاحبان اصلیش در آوردن، در حال الان این کتاب فروشی رو هم پلم کردن. خب این یعنی وضعیت بیان رو، یعنی آزادی بیان رو در ایران به راحتی به نمایش میذاره. یعنی که حالا بخشی که باید کتاب بخونه در ایران چه از دانش آموزان، چه از دبیرستانی ها، چه بخش دانشگاهی که اگر بخواد مطالعه داشته باشه خارج از درس و بتونه با جریان سیاسی که در دنیا اتفاق افتاده یا به هر حال تجربه های سیاسی که وجود داره آشنایی پیدا بکنه، این وضعیت. یعنی بنابراین از هر نظر نظارت است، از هر نظر در واقع با یک سیستم بسیار خوفناک در واقع پلیسی امنیتی به کشور اداره میشه و راه جز برای ما ایرانی ها همونطور که قبلا هم یعنی در واقع مجبوریم، فقط باید مبارزه کنیم، فقط باید با خودمون یعنی بیشتر روی خودمون تکیه بکنیم تا بتونیم برای اون کشور کاری کرده باشیم. باز هم تشکر میکنم و من مایک رو میبندم و دیگه فکر میکنم صحبت نکنم، بهتره که دوستان دیگه هم بتونن صحبت. سپاس از نظرات خوبتون خانم اشعری. نظرات آقای گلستانجو رو هم میشنویم. ممنونم بانو علیزاده و ممنون از بانو اشعری. بانو اشعری، اصلا گذشته از تمام بی‌عدالتی هایی که در طی این 43 سال حداقل، حالا من به دورز قبلی نبودم، اطلاعی از اون ندارم، قطعا اونم دستکمی از این یکی نداشته، ولی خب یکی از بزرگترین
بی‌عدالتی هایی که در حق هموطن ایرانی ها شده در کشور ما همین آزادی بیان هست. و برام جالب بود این که موضوع بحث آزاد عنوان شده بود آزادی بیان و چگونه از اثرات سوء تعبیر ادیان رهایی پیدا کنیم. برام این جالب بود که من حدودا 5 سال پیش یه ویدیو ساختم در همین به همین نام که حالا لینکش رو برای دوستان میفرستم اگه دوستان نگاه کنن. تو این ویدیو من توضیح دادم که اندونزی با بیش از 275 میلیون نفر چهارمین از جمعیت چهارمین کشور جهانه. ایران ما 80 و حالا 5 6 تا جمع چیزی داره. 275 میلیون جمعیت داره و بیش از 230 میلیونش مسلمونه. ادیان دیگه ای رو هم در اون هست مثل مسیحی که پروتستان و کاتولیک، هندویی یا بودایی، بیدین، حالا اینایی که من میدونم، اون چیزای دیگه که اگه باشه که من هنوز بپرسم نخورده خبر ندارم. تو این کشور با این جمعیت با این تنوع دینی علاوه بر آزادی‌های فردی، آرامش، صلح و دوستی، صفا و صمیمیتی که تو این مردم من تو این 10 سال دیدم، حالا تو ایران که ندیدم، کشورهای دیگه هم تا اونجایی که اطلاع دارم و حالا خبر دارم اصلا این صلح و صفا رو ندیدم و اینا ممکنه آرامشه هست، قطعا هست، آزادی های فردی حتما هست، ولی این صلح و صفایی که تو این مردم هست، حالا اگر دوستان جایی چون تجربه اینجا رو ندارن قطعا شاید هیچ کدوممون نتونیم قضاوت درست کنیم، ولی خب با این جمعیت با این تنوع دینی افراد در صلح و صفا دارن زندگی میکنن و بدون در نظر گرفتن هر هیچ خصیصه دینی و عقیدتی اونا دارن به زندگیشون ادامه میدن. هیچ محدودیتی در روابط اجتماعی این افراد وجود نداره. زن و مرد، مسلمون و غیر مسلمون، با حجاب و بی حجاب، همه در نهایت سلامت و امنیت در کنار هم دارن برای پیشرفت کشورشون. حالا من با اون بخشایی که دارم چه در ادارات چه در بخشای خصوصی ارتباط داشتم همه دارن فعالیت میکنن، در صورتی که تو ایران با محدودیتی که دولت جمهوری اسلامی حالا در لوای دین برای مردم ایجاد کرده علاوه بر جلوگیری از شکوفایی هایی که میتونست به وجود بیاد مشکلات زیادی هم برای هموطنان چه برای مسلمان‌ها و چه غیر مسلمان‌ها ایجاد کرد. تو اندونزی دخترها و پسرها از همون حالا قبل از مدرسه‌شون من کار ندارم ولی همون ابتدایی که میرن مدرسه همه با همدیگه توی مدرسه‌ن. حالا بگیم برای مسلمان‌ها اونایی که مثلا به سن تکلیف میرسن اونایی که دوست مسلمانن با حجابن بی حجاب هم توشون هست، برای دختر خانم هم میگن همه با هم دارن تحصیل میکنن، همینطور از ابتدای برو تا دانشگاه و ادامه در سطح شهر. بچه ها چون اکثرا من حالا مدارس دولتی رو بیشتر باشون سر کار داشتم، توی اون مدارس قرآن بهشون یاد داده میشه، دختر و پسر و اهل هم دیگه نشستن رو دارن بهشون درس خوندن، ولی بهشون یاد نمیدن که آقا حالا که شما از حالا یاد بگیرین که شما تو دختری تو پسری باید از هم دیگه جدا بشین و این تفرقه رو بینشون ایجاد نمیکنن. خدمت شما که عرض شود مورد دیگه که تو اینجا برام خیلی محرز بود این که الان بحث داغ حجاب رو تو ایران داریم، اینجا اصلا کسی تو این زمینه اصلا به کسی کار نداره. توی اداره خانم بی حجاب داری، بی حجاب که منظور که حالا حجاب اسلامی نداشته باشه، با اون حجاب داریم، با حجاب اسلامی هم داریم، اصلا کسی به این توجه نمی‌کنه که آها تو چرا حجاب بدون حجاب داری میای. برعکس ایران که الان دیگه از اون ورش افتاده دیگه، خود بعضی از این آمران معروف که حالا اسم خودشون داشتن توی بخش‌های خصوصی مثل داروخونه یا هر جای دیگه هم به خودشون اجازه میده که آقا تو چرا مثلا حجابت حجاب اسلامی نیست.
حالا این ویدیو جالبی رو من تهیه کرده بودم که توصیه میکنم حالا دوستانی که وقت میکنن یه مراجعه بکنن. من در این رابطه یه مقایسه تقریبا کاملی رو انجام دادم بین حالا حداقل اندونزی که دارم توش زندگی میکنم و حالا ایران. و وقتی که حالا حکومت این اون در واقع به اون معنی دین از سیاست جدا باشه، مثل اندونزی که اصلا دین دخلی به سیاست نداشته باشه نداره، اگر حکومت این شکلی باشه عملا شما خیلی از آزادی های بیان رو دارید، مگر اینکه حالا البته تو همین اندونزی هم یه سری مسلمان افراطی داریم یا توی یه شهرهایی هست که حتی تا اونجایی که دارم فهمیدم تو قانونشون هم هست که هیچ پیرو دین دیگه ای حق نداره مثلا بیاد سراغ مسلمان ها و اونا رو ارشاد کنه که از اسلام دست بردارن و به دین خود رو. و حد اکثر مجازات یه همچین افرادی 5 سال زندانه، نه اعدام مثل ایران و بسیاری موارد دیگه که حالا میگم من مقایسه برام اومد بین اندونزی و ایران. و همه اینا برمیگرده باز به همون آگاهی و اطلاعاتی که افراد میتونن داشته باشن از حق و حقوق خودشون تا جلوی این سوء تعبیرها رو از افرادی که مثل حالا حکومت ما هستن بگیرن و اینجوری پولی به این افراد ندن. ممنونم بارو ولیزاده، من مایک آزاد من در خدمت هستم. سپاس از نظرات خوبتون. نظر خانم روزا جهانبین رو میشنویم. مرسی از شما. در تکمیل صحبت‌های هم آقای گلستانجو و هم بانو اشعری عزیز، مشکل اصلی اونجاست که در واقع دین در کنار قدرت یا سیاست قرار بگیره. یعنی وقتی که نگاه میکنیم به کشورهای مختلف که حالا شاید عمده جامعه انسانیشون هم مسلمان ها باشن یا فرض کنید مسیحی ها باشن، فرقی نداره اون جامعه غالب چه دینی داره، تا زمانی که تأثیری توی سیاست نداشته باشه و در رأس قدرت اون مسئله دین توجه نشه، مشکلی عمدتاً پیش نیومده. چیزی که الان بعضی از کشورها مثل کشور ما درگیرش هست به خاطر اینکه دین در کنار قدرت و در واقع آمیخته شده با سیاست، این یه مسئله. یه صحبتی هم با نوشتهی داشتن در مورد بحث کتاب ها، ممنوعیت کتاب ها، و حالا ما خیلی از نویسندگان رو داریم که توی زندان هستن به خاطر اینکه از حق آزادی بیانشون محروم هستن. مسئله ای که هستش اینه که متاسفانه توی ایران چاپ بعضی از کتب کلن ممنوع شده، به خصوص کتبی که با ادیان الهی یا ادیان حالا ابراهیمی در تضاد هستش و چاپشون ممنوع شده، نویسندشون فرض کنید در زندان هستش و اجازه این که اون دیدگاه در جامعه مطرح بشه اصلا وجود نداره. این یه مسئله هستش که باعث میشه خب اون جامعه بسته بمونه و اگر که بخواد دنبال مطلبی بره نتونه به اون منبع اصلش دست پیدا کنه. و در مورد این که چی کار کنیم حالا که سوء تعبیر پیش نیاد، من فکر کنم سوء تعبیر زمانی پیش میاد که ما میخواییم تفکر خودمون و اعتقاد خودمون غالب باشه و یه حالت تعصب خاصی داریم که حالا کسی نهید اعتقاد ما رو زیر سوال ببره یا تفکر ما یا دین ما یا اون ایرادی که ممکنه شاید اون دین ما درش هست یا وجود داره رو نخواد دست بذاره روی اون و اونو مطرح بکنه یا پررنگش بکنه. در واقع گوش شنوای نظرات مختلف یا حتی نظرات مخالف با خودمون با اون اعتقادمون رو نداریم. الان مثالش رو همین الان گفتم در مورد همین مسئله چاپ کتاب های مختلفی که اجازه داده نمیشه، در صورتی که نویسنده باید بتونه آزادی بیان داشته باشه، حالا چه توی روزنامه چه توی کتاب های مختلف، توی صدا و سیما و
تلویزیون، از هر فضایی بتونه، انسان ها باید بتونن کلن صحبتشون رو بکنن و باید بتونیم شنوا باشیم و حالا یا در با اون نظر موافق هستیم یا با اون نظر مخالف هستیم، اون بحثش جداست. اما اینکه اصلا کلن اجازه ندیم بعضی از صحبت ها گفته بشه یا یک فضای خفقانی ایجاد بکنیم، این کار درستی نیست و الان نتیجهش میشه این مسئله‌ای که این معضلاتی که ما الان بسیار زیاد درش درگیر هستیم توی کشور خودمون. و همونطور که آقای گلستانجوی عزیزم گفتن، اگر که بحث دین، هر کسی میتونه به هر چیزی اعتقاد داشته باشه، خیلی ها هستن ممکنه که حتی حیوان ها رو بپرستن، یا فرض کنید بخواد یه سنگ رو بپرسته یا به اون اعتقاد داره، واقعا اعتقاد قلبی داره به انرژیش یا به هر چیزش اعتقاد داره، تا زمانی که توی محل زندگی خودش باشه، توی اون چارچوب خونه خودش باشه، هیچ مشکلی نیست. اما اگر که بخواد تلاش بکنه اون رو تحمیل بکنه، یا اگر که بخواد اون رو خیلی پررنگتر توضیحش بده و به یه حدی برسونه که آزاردهنده بشه برای حالا همسایه، دوست و اطرافیانش، اونجاست که ما به مسئله میخوریم و اون بحث سوء تدبیره و سوء تعبیره در واقع از اون دینی که هست به وجود میاد. مرسی از زمانی که در اختیار من گذاشتید. میکروفون در اختیارتون. سپاس از نظرات خودتون خانم جهانبین عزیز. بله، ما در وضعیت حال حاضر ایران مشاهده میکنیم که به قول معروف آزادی بیان اصلا وجود نداره و حکومت به صورتی با مردم برخورد میکنه که وقتی که میان بیان میکنن نظراتشون رو و دیدگاهشون رو، وقتی که مخالف این دیدگاه ها هستن، به خشن ترین شکل ممکن میان این افراد رو ساکت میکنن و کاملا حکومت بی تحمل هستش که به قول معروف صدای این افراد رو بشنوه و انتقادات این افراد رو بشنوه. الان مشاهده میکنیم چطور مسیر سرکوب، مثلا مردم رو سرکوب میکنن به خاطر عقاید مختلفشون، به خاطر اعتراضاتشون، اعمال سانسورهای شدید میکنن، اینترنت رو قطع میکنن، یا به قول معروف کلن ایران رو فیلتر کردن و به خاطر اینکه صدای مردم رو نشنون و نظراتشون رو نشنون. دوستان عزیز، کسی نکته نظری صحبتی در این باره داره، لطفاً دستش رو بالا کنه و صحبتاتون رو میشنویم. خانج دوستان عزیز، بحث آزاد ما در مورد آزادی بیان هستش، حقی که الان داخل ایران از هر کسی گرفته شده و الان ما داخل این جمع صدای یک ملت ایران هستیم و چه بهتر هستش که در مورد معضلات، مشکلات، به قول معروف حرفای مردم ایران باشه و اینجا بریم صحبت کنیم، بررسی کنیم مشکلاتشون رو و راه حل بدیم و جلسه رو به این صورت برگزار کنیم. دوستان، کسی نیست که صحبتی در این باره داشته باشه؟ اگر که صحبتی نداریم که جمع‌بندی کنیم و جلسه رو پایان بدیم. ممنون از همه دوستان. در انتهای در پایان جلسه از همه دستندرکاران اجرایی، منشی جلسه خانم لیدا اشتهی، مسئولین صدا و ضبط، ادمین ها آقای
علیرضا جهانبین، آقای مهدی افشارزاده، خانم ها فرشیده پورآذران، سرور قلی پور سامانی و مهمانانی که در این نشست همراه بودن قدردانی میکنم و جلسه رو در ساعت 7:34 به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه رو اعلام میکنم. ممنون که حضور داشتین. ممنون از جلسه خوبتون. درود بر همگی، اوقات خوبی داشته باشین. خداحافظی می‌کنم از خدمتتون تا جلسه آینده.